عزیزی سه چهار روز پیش من زنگ زد گفتش که بعد رسول ما با توجه به اینکه خب کلیسا داریم میایم خب دعا میکنیم کلام میخونیم اما من نمیدونم چرا اینجوریم همین که توی یه موقعیتی میفتم یه فکر بد یه گناهی میکنم بلا فاصله احساس کنم یه شرایطی میشه من همون موقع چوبشو میخورم ولی من دارم میبینم جلوی چشمم آدمایی که تو گناه‌های آنچنانی هستن، آدمایی که تو اشتباهات آنچنانی هستن، اینها همینطور این گناه‌ها رو انجام میدن. ما می‌بینیم، همه می‌بینن. اون گناه من هیچ کس نمی‌بینه. خودم می‌دونم، خودم رو اذیت می‌کنم. اما هیچ اتفاقی نمی‌افته. همه چیز خوبه. خودم تو تنها اینجوری نیستی. همه ما که اینجا هستیم، همه شما عزیزانی که امروز خدا رو دوست دارید، اومدید در حضور خداوند باشید، همه ما این تجربه رو کردیم. و علتش اینه که پولس رسول هم میگه گویا این زندگی ما مسیحی‌ها یک مسابقه است که شما وقتی که توی قسمتی از زندگیت موفق میشی صبوری میکنی، میبخشی، گذشت میکنی، سکوت میکنی، مهربانی میکنی، فداکاری میکنی تو همون قسمت انگار بعد مرحله بعدیه هنوز نفست نیومده که خدا رو شکر تموم شده قصه یه مسئله دیگه پیشه این مسابقه است باید رکورد بشکنی قبلی رو برنده شدی حالا بعدی تو رکورد بعدی هستی میخوای تحت اراده خدا زندگی کنی وفادار به مسیح باش بر رکوردها رو تمیشه گفتنی جواب رو نگرفتم چرا تو باید این مشکلات و سختی ها بیاد چرا باید مثلا من اذیت بشم خب مبارزه است دیگه اما حداقل یه نفسی بکشم بلا فاصله یه چیز کوچک حتی گفتم نگاه کن اگر تصور ما بر این بکنیم دو تا چاه کنار هم داریم و این دو تا چاه رو نمیدونیم عمق این چاه ها چقدر هست ساده ترین کاری که ما میتونیم بکنیم که متوجه بشیم کدومشون عمیق تر است چیه؟ سنگ میندازیم توش اون سنگی که اول صدا میده نشون میده که عمقش خیلی کمه ولی اون که هم تو وای میسیم یعنی عمق زیادی داره اونهایی که تو گناهان آنچنانی هستن هیچ خبری نمیشه خیلی باید بترسن چون چایی که توش افتادن خیلی عمیقه ولی من و شما اگر یه مشکلی میشه یه صدایی یه تلنگری میخوره خوشحال باشیم چرا که خداوند نمیخواد ما تو چای عمیق‌تر قرار بگیریم میخواد از این چاه کوچیکه نیز بیان بیرون پس واقعا این فیض خداست که خداوند اجازه میده ما بیایم کلیسا کلام اون رو بشنویم رشد روحانی کنیم در کنار اینکه هممون با هم متفاوت هستیم یونیک هستیم خصوصیات اخلاقی متفاوتی داریم من واقعا تعجب میکنم گاهی عزیزان به من میگن بعد رسول فلانی اونجوریه من کلیسا نمیام فلانی اون کارو میکنه من نمیام میگم سر کارت چرا میری پس تو سر کارت هم افراد یونیک هستن تو خانوادت هم یونیک هستن ما تو خانواده هامون به طور خاص خانواده‌ای که فرزندان زیاد بودن آیا همه ماها یک نظریه یک فکر داشتیم تازه الان هم که بزرگ شدیم والدینمون از دست ما ناراحت هستن اگر زنده هستن میگن نگاه کن این با اون قهره این با اون قهره من یادم هست وقتی مادرم در حیات بود هر موقع من زنگ میزد میگفت رسول به داداش زنگ بزن با منصور تماس با خواهر تماس بگیر تو برادر بود میگم برو حتما تماس میگیرم همش برا پند و نصیحت میداد چرا چون دوست داشت همه ما کنار هم باشیم خدا هم میخواد ما هممون کنار هم باشیم در کنار مشکلات در کنار سختی ها در کنار تمام آنچه را که داریم فقط نگاهمون به خدا و پیروزیایی باشه که خدا به ما داده شاعر میگه یافته هایت را با باخته هایت مقایسه کن یافته هایت را با باخته هایت مقایسه کن و بدان اگر خدا را یافته باشی هر چه باختی مهم نیست آمین. اومدیم اینجا خدا رو میخواییم پیدا کنیم اگر واقعا این گونه باشه ادامه میدیم خود شخص من نمیدونم برادر اکبر چقدر خادمین دیگه چقدر نمیدونم خود شخص من هر روزه هزاران دلیل دارم این خدمت رو ادامه ندم هر روزه اما فیض خداست صبرشی که به من قرار میده محبت خداوند هست که یه چنین برکت داره از این رو هست تشویقتون میکنم بازم وفادار بمونیم
و بدونیم که موقعیت ما در روی زمین با موقعیت مردمی که روی زمین هستن و هنوز این حقیقت براشون آشکار نشده متفاوته. ما با حقیقت‌ها، اما اون کسی که حقیقت خدا رو نمی‌دونه با توجیهات قاضی رو می‌کنه به شخصی که در موردش بود، میگه چرا دست رو تو جیب این آقا کرده بودی؟ گفت ببخشید من فکر کردم جیب خودمه. گفت بچه رو پولش رو برداشتی؟ گفت ببخشید من اختیار جیب خودش هم نداره. دنیا از این توجیهات داره، ولی ما که فرزند خدا هستیم بدون توجیه باید زندگی کنیم و میدونیم که آزاد شدیم. آمین؟ آمین. آزاد شدیم در مسیح و همون گونه که ادیب زیبا میگه زبند جهان هر که آزاد نیست چنان دان که یک لحظه دلشاد نیست. چون ما در حضور خدا هستیم که کمال خوشی‌ها هستش و فیض او هستش. ما در سه جلسه گذشته در رابطه با درس امید نهایی متوجه شدیم آنچه را که آدمی رو مسکین در روح، بی‌نوای در ثروت، شکسته دل و رنج دیده و نیز اسیر در گناه و دردمند در جهان می‌کند، دوری از ماهیت و هویتی بود که به خاطرش آفریده شده بود و اون نیز یعنی دوری از حقیقت که در حضور خدا بودن بود. هرچند خداوند به توسط قوانینی که به موسی داد، 613 قانونی که داد و انسان بتواند به توسط این قوانین در راستی زندگی کنه، در محبت زندگی کنه و به خدا نزدیک بشه، هرچند باز مایل بود اما نتوانست همه را انجام بده و تنها راهی که میدانیمون راه برگشت ما به این هویت و به این حقیقت فقط و فقط عفو عمومی بود که فیض خداست، که بخشش خدا بود که شامل ما شد. و واقعا انسان در پی این هست، انسان ها در پی فیض هستن چون این امید رو خداوند در قلب انسان ها قرار داد. همونه که این شاعر میگه یا رب نظری بر من سرگردان کن، لطفی به من دلشده حیران کن، با من مکنان چه من سزای آنم، با من مکنان چه که من سزای آنم، آنچه از کرم و لطف تو زیبد آن کن. و عیسی مسیح آمد تا لطف و فیض خداوند بر روی زمین بیاد، تا این امید نهایی نیز بر زندگی ما باشه و فقط لازم هست که توبه کرده ایمان به مسیح بیاریم و در مسیر عشق اون نیز بتونیم قوت و برکت و شادی و آرامش و نجات رو نیز بگیریم. شاید سوال بر این هستش که آیا من فقط باید در حضور خدا باشم برای کامل شدن؟ آمین و آمین، چرا که تعریف این عشق همین هست. زوجها اگر در کنار هم باشن همدیگر دوست خواهند داشت، اگر از هم دور میشن کم کم سردی میاد. اولین داستان عشق هم همین بود، اولین داستان عشق پیدایشه. ای آدم کجا بودی که زنتو تنها گذاشتی؟ تا هم سخن او شیطان شد و افکار گروهی. هنوز این اتفاق میفته. مردها هوشیار باشید، خسته و کوبیده وارد خونه که میشین اعلام بی‌حوصلگی نکنیم، بلا فاصله سریالی که خانمت داره میبینه عوض نکن، باید فوتبال بزن، بزن سریالش، نه شوخی کردم، باهاش وقت بذار، با هم چایی بخورید، با هم صحبت کنید، چرا که متاسفانه هنوز این آسیب رو خانواده ها دارن میخورن. اما در کتاب اشعیا 43:21 میخونیم که اعلام میکنه این قوم را برای خود ایجاد کردن، این قوم رو، این مردم رو برای خودم آفریدم تا تسبیح مرا بخواند. و خدا در این رابطه نیست غیرت داره، حسادت نیست. گاهی تصور برای این میشه که خدا حسوده، این ترجمه اشتباهیه که ما خدا رو حسود بدونیم. حسادت از یک مریضی میاد، از یک خشم درونی میاد، غیرت از عشق میاد، عاشق از دوست داشتن میاد. آیا والدین به فرزندان خودشون حسود هستن؟ عشق هستش. پس خداوند این غیرت رو داره، همون گونه که یک عاشق نیز به معشوق خودش این غیرت رو داره و نمیتونه تحمل کنه که فرزندان خدا بت‌پرستی میکنن،
که فرزندان خدا به جایی که در حضور خداوند باشن از محبت خدا پر بشن، میرن جای دیگه تغذیه میشن، حتی جایی که میتونه ظاهرا خوب باشه اما سهم اصلی خودشون رو ندارن که حضور خداوند هستش. همون گونه که یک شی زمانی میدرخشه که یک نور به اون بتابه، پس ما نیز در حضور خدا باید باشیم تا اون درخشش اصلیمون رو داشته باشیم. در کتاب تثنیه 5:6-9 رو میخونیم، اعلام میکنه: من هستم یهوه خدای تو که تو را از زمین مصر از خانه بندگی بیرون آوردم. تو را به حضور من خدایان دیگر نباشد. هر خدا اون خدا فقط یکیه. ما میدونیم خدا واحد هستش، خدا واحده. کارت نمیتونه خدا باشه، مقامت نمیتونه خدا باشه، همسرت هم نمیتونه خدا باشه، فرزندت هم نمیتونه خدا باشه. اگه جایگاه خدا رو بدونیم کجاست، بهترین عشق رو به همسرمون خواهیم داد، به فرزندانمون. و اعلام میکنه به جهت خود صورت تراشیده یا هیچ تمثالی را از آنچه بالا در آسمان یا از آنچه پایین در زمین یا از آنچه در آبهای زیر زمین هست مساز، آنها را سجده و عبادت منم، زیرا من که یهوه خدای تو هستم، خدای غیور هستم، عاشق تو هستم، تو رو دوست دارم، نمیخوام تو از من دور باشی و خودم نیز نمیخوام از تو دور باشم. اما همه ما میدونیم که عشق یه طرفه باعث دردسر خواهد شد، چرا که این عشق متاسفانه وقتی که شناخت درستی ازش نیست میشه عشق یه طرفه. اگه دو نفر نمیتونن همدیگر رو دوست داشته باشن، به خاطر اینکه خوب همدیگر نمیشناسن، و خوب همدیگر چون نمیشناسن، درکشون نسبت به همدیگر ضعیف هست، این ادراک رو نسبت به همدیگر ندارن. و خداوند چقدر این رو خوب میدونه. در کتاب یوشع 4:6 نیز میخونیم که اعلام کنه: قوم من از عدم معرفت هلاک شدن. کتاب یوشع رو بهتون پیشنهاد میکنم برید بخونید، تو همین هفته برنامه بذارید، خیلی هم زیاد نیست. غیرت خدا رو داره نشون میده، بین یک عاشق و معشوقه نیز داره خداوند اونجا عمل میکنه تا افراد بتونن درک کنن عشق خداوند رو. چرا که اگر ما عشق خدا رو درک نکنیم، مسلم میدونیم که توی یک جایگاهی خواهیم قرار گیره که فقط سخن بیهوده میکنیم، حتی با خدا اینگار رو دیم صحبت میکنیم، نه صدای اون رو خواهیم شدیم، نه اون اینگار صدای ما رو درک میکنیم. شخصی که داشتی یه رودخونه غرق میشد، داد میزد، وقتی دید یکی داره رد میشه گفت من شنا بلد نیستم، من شنا بلد نیستم. اونم نگاهی به گفت خب منم تنیس بلد نیستم، باید داد بزنم، گذاشت رفت. اگر ما نسبت موضوع توی زندگیمون اون آگاهی و اون دانش رو نداشته باشیم، هرگز نمیتونیم عشق اصلی رو درک کنیم. باز در کتاب یوشع 6:6 میخونیم، اعلام میکنیم: من از شما محبت پایدار میخواهم، نه قربانی، نه مذهب، نه به دنبال این که بریم یه جا شم روشن کنم، نه من برم یه حس خوبی بگیرم. خیلی از عزیزان میان میگن کلیسای شما حس قشنگی به من داد. خب چی شد؟ از اینجا که رفتی بیرون حست گرفته میشه. اگر کلیسایی میری حضور خداست و باعث تبدیل تو و من خواهد شد، اونجا کلیسا هست. اما اونجایی که به من و شما حس میده، تو کلیسای قدیمی سنتی که شما تشریف ببرید، این کلیسا اینقدر نقاشی شده، یه مجسمه هست و چیزای قدیمی هست، یه حس قشنگی ما میگیریم، اما قرار نیست این حس با من همیشه باشه، اون حس موقتیه. اما خداوند میخواد آنچه که همیشه هست و روح خودش رو به ما بده. از این رو هستش که ما رو تشویق میکنه که بتونیم به او وفادار باشیم و او رو بشناسیم. و اعلام میکنه: من از شما محبت پایدار میخواهم، نه قربانی. من خواهان هدایای سوختنی شما نیستم، بلکه از شما توقع دارم که مرا بشناسید. خود خداوند قوانین رو داده، قوانین قربانی رو داده. اما من از کی میخوایم شروع کنیم؟ تو چه شرایطی؟ من فقط خداوند رو توی کلیسای پرستم؟ نه، حالا در طول روز یه نیم ساعتی وقت میذارم برای خداوند؟ نه، میرم کتاب و ادبیات مسیحی رو پیدا میکنم، میخونم، 4 موعظه گوش میکنم؟ مهم نیست، هر کاری میخوایی بکنید باید هر روز انجام بدید.
هر روزه باید خدا رو بشناسیم، هر روزه باید با خدا من وقت بذاریم، این برنامه رو باید به خودمون بدیم. خارج از کلیسا باشه، فقط تو کلیسا. کلیسا مکان تمرین هست، ما اومده اینجا داریم تمرین، ما داریم آگاه میشیم، اما باید در طول روز نیز ادامه بدیم. باز در کتاب هوشعسه اعلام میکنه، پس باید بکوشیم تا خداوند را بشناسیم، همان گونه که دمیدن سپیده صبح و ریزش باران بهاری قطعی هست، خداوند نیز به سوی ما باز خواهد گشت. مشروط برای این که او رو بشناسیم و حقیقتاً با تمام وجودمون اون رو بطلبیم، در غیر این صورت مطمئن هستیم که باز توی موقعیت قرار میگیریم که ببینیم همه چیز تکراری شده. باز خیلی از ایمانداران مسیح این تجربه تلخو دارن، میگن بعد 3-4 سال که از ایمان ما گذشته اون عشق اول کو، حس میکنم اون عشق نیست. میگم ببینم چقدر وقت گذاشتی نسبت به گذشته؟ گفت همون قدر. گفت اگه همون مقدار وقت گذاشتی، خب همون مقداره، برای شما عادی شده. باید بیشتر در حضور خدا بریم، میباید اونقدر بریم تا اون کمال خوشی ها رو لمس کنیم، درک کنیم. و اگر من خوب یاد بگیرم در حضور خدا چگونه باشم، تو مشکلات و سختی ها به راحتی میگم خدا رو شکر، تو موقعیت های زندگیم به راحتی میگم خدا رو شکر. روحیه تشویق و شکرگزاری در من هست، هیچ موقع این حس رو ندارم که امروز هر اتفاق بدی که بر من افتاده میتونه این اتفاق ناگواری برای من باشه. خانمی از سر کار میاد در زمان شب و وارد خونه میشه، میره طبقه بالا تو اتاقش، همین که نگاه میکنه به جای یه جفت پا دو جفت پا میبینه از پتو زده بیرون. آروم آروم میره توی کمد یه تیکه چوب رو برمیداره و شروع میکنه زدن. بله چجوری زده بگذاریم. با عصبانیت میاد پایین، همین که میره سمت آشپزخونه نگاه میکنه همسرش داره روزنامه میخونه. همسرش میگه ای خسته نباشی، اتفاق قبل از اینکه بیای یک ساعت پیش پدر مادرت از مسافرت اومدن، دیدم خیلی خسته هستن، گفتم برم تو اتاق ما بخوابم. اگه ما همدیگر رو خوب بشناسیم اینگونه قضاوت نمیکنیم که به خودمون و به دیگران آسیب بزنیم. همینطور در رابطه با خدا هست که اگر خدا رو ما خوب بشناسیم حقیقتا اعتماد خواهیم داشت که خداوند به موقع نیز به ما خواهد رسید. اما اشتیاق ما استارت و قدم اول است نسبت به اینکه من بتوانم در حضور خدا برم. همین اشتیاق شماست، بسه برای کلیسا، بسه برای امور کاری دوباره شروع کن. چند بار شده تا حالا خواستید بیای کلیسا، هزاران برنامه پیش اومده نیومدی، خودت اشتیاقت رو سوزوندی. منم برام خیلی موقع پیش اومده که قرار بوده یه خدمت رو انجام بدم، به یکی زنگ بزنم، به یکی سر بزنم، ولی زمانی که دیدم یه موضوعی پیش اومده انگار از خدا خواستم، گفتم چه بهانه خوبیه کلیسا نمیگم، چه بهانه خوبیه این خدمت رو انجام نمیدم. بارها و بارها شده همین برنامه های تلویزیونی وقتی که موقع شده دیدم آی با دیروز کلیسا بودم خسته هستم، حالا برای چی برم؟ بعد گفتم نرم، میخوام چیکار کنم، این یه خدمت منه. وقتی فرداش رفتم دیدم 5 نفر به مسیح ایمان آوردن، گفتم خدا اشتباه آروم شدم، دیدم خدا کار کرده. پس وقتی که اشتیاق درت هست همت کن در هر موقعیتی، در هر شرایطی، اما اشتیاق به خدا چقدر بیشتر به ما کمک خواهد کرد تا ما این برکت رو بگیریم. همون گونه که نویسنده مزمور 42:1-2 اعلام میکنه، چنانکه آهو برای نهرهای آب شدت اشتیاق دارم. میدونیم که آهو جزوی از حیوانایی هستش که خیلی کم تحمل هست نسبت به تشنگی. اشتیاق دارد همچنان ای خدا جان من اشتیاق شدید برای تو، جان تشنه خود برای تو دارد و جان تشنه خداست، تشنه خدای حق که کی بیایم و به حضور خدا حاضر شوم. یعنی لحظه شماری میکنه در ذهنش که خداوند کی میشه که من به حضور تو بیام. اما گاهی هستش که ما موانع میذاریم، گاهی هستش که خودمون رو آماده نمیبینیم. من آماده نیستم، من هنوز گناهکار هستم، من هنوز فلانی رو نبخشیدم. بیا کلیسای مسیح، بیا در حضور خداوند، خدا قلبت رو لمس میکنه، اونو میبخشی، خستگیت رو میگیره، خشمت رو میگیره،
ناامیدی ها تو نیست خواهد گرفت، همون گونه که حافظ نیست اعلام میکنه میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست، میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز، بلند شو، وقتی این عشق رو درت دیدی قیام کن و حرکت کن برای خوندن یک کلام، برای اینکه بتونی در حضور خداوند بری، برای اینکه بتونی بری کلیسا، برای اینکه بتونی یه نفر رو حتی محبت کنی. و ما میدونیم که مسیح آمد تا به توسط او خدا رو بشناسیم. و عیسی مسیح گفت من آمدم تا خدا رو به شما بشناسونم و معرفی کنم. در کلوسیان 2:3 میخونیم که اعلام میکنه تمام گنجینه های حکمت و معرفت الهی در مسیح نهفته است. آمین. و برای شناختن خدا لازم هست که ما بیشتر به اون نزدیک بشیم. و وقتی این قلم رو برمی‌داریم ما میشیم مهرجوی، که در مهرجویی خردجویی است. مهرجو میشم با مهرطلبی فرق می‌کنه عزیزم. مهرطلب کسی هستش که به دنبال این هست که چاله‌های درون خودش رو از محبت دیگران پر کنه و هر موقع که موفق نمیشه باعث ضعف اون میشه، توقع بی جای اون میشه، حسادت میشه، کینه میشه و موقعیت‌هایی رو درون ایجاد میکنه که زود رنج میشه. اما کسی که مهرجو هست کسی هستش که دو به دنبال مهر و شفایی هست که بتواند گذشته از خودش دیگران رو شفا بده، به دیگران این قوت رو بده، به دیگران این سلامتی رو بده و این امید رو نیز در اونها ایجاد بکنه. و همچنین نسبت به موضوع خردجویی که خب فردوسی بسیار اشعار در این رابطه گفته که قسمت این گونه میده که ما آشنا هستیم، به نام خداوند جان و که از این برتر از مگذر. واقعا یعنی هر دو رو، هم محبت رو و هم خرد رو در کنار هم قرار و انسان موفق و ملت موفق کسانی هستند که بتوانند مسیح رو بشناسن، با مسیح هم قدم بشن، نه مسیحی بشیم، خیر، شاگرد مسیح بشیم، مانند خود مسیح زندگی کنیم. اگه میخواییم مسیحی بشیم احتمال مذهبی شدنمون هست و احتمال اینکه ما شعار فقط بدیم هست. اما وقتی قرار میذاریم با خودمون که با خدا هم قدم بشیم، با هم مسیح هم قدم بشیم، این احتمالات برداشته خواهد شد. چرا که مسیح در انجیل یوحنا 14:6 اعلام میکنه من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمی آید. چرا؟ زیرا که او برای نجات ما با مهربانی و به حکمت عمل کرد. همه ما گواهی های ایمانمون عجیبه، هیچ کدوم شکل هم نیستی، ولی خداوند به نوعی قلب ما رو لمس کرد که اگر برفرض به همون طریق قلب رسول رو لمس میکرد هرگز رسول ایمان نمیآورد. پس خدا کاملا ما رو میشناسه. خدا از افکار و گذشته و احساسات رسول این آگاهی رو داره.